خدمت قهرمانان داستان و مستند جذاب صفر تا سکو هستیم که قهرمانان کشورمون هم هستن، خواهران منصوریان، که خیلی ممنون که ما وقت دادین. بفرمایید که شما داستان ورزشتون از کجا شروع شد؟ بله، من سلام عرض کنم خدمت شما و هم بینندگان عزیز. خب داستان ورزشی با خب برمیگرده به علاقه دیگه. حالا عاشق وشو شدیم و توی شهری که امکانات خیلی کمی بود و ورزش هم زیاد انتخاب نداشتی که کدوم انتخاب کنی، ولی خب رزمی رو کمی بیشتر دوست داشتیم و اومدیم سمت وشو. درسته، شما بفرمایید از چه سالی البته شروع کردیم؟ عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خب من ورزشم رو زمان شروع کردم که الهه و شهبانو قهرمان جهان شده بودم و این برای من باور نکردنی بود که خواهرام تونستن قهرمان دنیا بشن و انگیزه من بعد از قهرمانی خواهرام بیشتر شد و سعی کردم منم مثل اونا بشم. البته شما بزرگترین از الهه خانم، درسته؟ درسته، آره بزرگتر هستم. بله، هفتاده. آره کوچیکتر از من. آره هفتاده. این همه انتخاب دیگه هست واسه یه بانوی مثلا ایرانی واسه ورزش؟ مثلا والیبال هست، مثلا بدمینتون هست، مثلا پینگ پونگ هست، چرا وشو اینقدر خشه؟ و نمیترسین از اینکه زیبایی صورتتون مثلا تحت تاثیر قرار بگیره؟ خب میدونی وشو زیادم خشه نیست، توی زمین خشنه ولی بیرون خیلی آروم. انا ربیتون میگفت 300 تا شکم برین، کجاش مثلا آرومه؟ خب وشو همین سختیاش قشنگه، تو انقدر سخت تمرین میکنی که وقتی میری خونه دیگه انقدر خسته که هیچ کاری دیگه نمیتونی انجام بدی و این انرژی خیلی خوب تخلیه میشه توی ورزشمون. خب سختیاش هم قشنگ بود، وقتی مدال میگیری خب این سختی دیگه معنی نداره، ولی خب مدال گرفت یعنی ببخشید بازیگر خوب نیستیم. نه اختیاره. ما هم کلا توی فیلممون هم که شوشو خیلی سخت تونستی با دوربین ارتباط برقرار کنیم، بعد دیگه دوربین رو دیگه ندیدیم توی کارمون، این خیلی خوب بود که آره. خب چی پرسیدی؟ اینکه انتخابای دیگه هم داشتین واسه ورزش؟ آره انتخابایی که خب البته سمیرم شهر نبود که خیلی انتخاب بتونی بکنی، ولی والیبال بود، رشته های خیاطی و چه میدونم گلدوزی و این چیزا هم بود، ولی خب ما عاشق ورزش بودیم دیگه. خیلی میدونی شرایط سخت زندگی کردن چیزای سختم تو دوست داری انجام بدی، کار راحت دوست نداری انجام بدی، اینا خیلی بهم کمک کرد. بله قطعا همینطوره. یه ذره از سمیرون مثلا تعریف میکنید، مثلا پسرهای محل وقتی شما میان یا بچه محله مثلا از چند کیلومتری شما رد میشن؟ نه واقعا مردم سمیرون به ما لطف دارن و ما رو دوست دارن، دستشون هم درد نکنه. نه ما هم کاری به کارشون نه زیاد خشم برخورد نمی کنیم با کسی. شده مثلا کسی مزاحم شما بشه و نشناسه چه در واقع سراغ کیا اومده؟ نه ولی برای ما که برای من که اتفاق نیفتاد، ولی امکان داره برایشون اتفاق افتاد. خب نه مثلا توی خب من عاشق اینم که رانندگی خیلی سریع برم ولی مراعات میکنم خیلی، ولی یه جایی مثلا یه دفعه یه اتفاقی افتاد توی رانندگی، من خوب عمل نکردم، بعد یه دفعه یه سمیرون شیکشید اومد دعوا کنه، خواهم من سریم بفرمایید بی خیال شد. آره نه شما درست اومدین، من اشتباه اومدم. برعکس شد داستان. داستان مستند صفر تا سکو رو با هم صحبت بکنیم، این که از کجا شروع شد داستانش و چه شکلی در واقع اعتماد کردین که یه اکیپ تولید که کار تولیدشون هم خیلی سخت بوده بیان والد دل خانواده شما و خونه زندگی شما بشن؟ خب قبلش ما با هم خیلی صمیمی بودیم با خانم مصیبی، بعد وقتی پیشنهاد دادن یعنی خیلی دوستیمون گذشته بود ازش و این پیشنهاد دادن اگر برگردیم مثلا به گذشته و اگر خانم مصیبی رو من
نمیشناختم شاید همچی کاری نمیکردم که بیام زندگیمو رو پرده سینما انجام بدم ببینن همه، و الان خوشحالم از این اتفاق، ولی خب خیلی سخت بود زندگی تو بیای روی پرده سینما همه ببینن. یه چیزایی هست بین خودت رازه، یه چیزایی دوست نداری کسی بدونه. بله. ولی وقتی اوایل کارم که میرفتیم جلو یه ذره حواسمون بود یه چیزایی نگیم، ولی رفتیم جلوتر دیدیم که نه برای چی نگیم، خیلی اعتماد کردیم میخوام مصاحبه آره و دوست داشتیم زندگیمون همه بدونن. بعد اولین باری که فیلمو دیدم مثلا میگفتم کاش این قسمتش نبود، یه ذره انگاری مثلا اینی که شهبانو میگفت که ما زندگیمون نمیدونم ایدا لباس نو نداریم نمیدونم، مثلا یه ذره برای من خب اولش سخت بود، ولی بعد که همه دیدن مردم و دیدن که واقعا چقدر ما سختی کشیدیم، چرا ندونم بذار بدونم ما یک کسی بودیم که حتی لباس شب عیدمون که بهترین لحظه زندگیمونه نمیتونستیم بخریم و الان رسیدیم به این نقطه و قبول کردم و همه چی رو توی فیلم گفتیم. یعنی احساس کردم دوربین اصلا یه یعنی که نمی‌دیدیم دوربینو کنار ما زندگی می‌کرد، یه جایی اصلا دیدین لهجه سمیرومی دیگه میریم تو حس خودمونی‌تر و لهجه سمیرومی حرف می‌زنیم و مادر همینطور، مادر خیلی سختش بود و کم کم خیلی خوب شد و همه، یعنی این کار اوایل که استارت خود فکر نمی‌کردم اینقدر خوب بشه، یعنی وقتی من تدوین فیلم کامل دیدم گفتم وای چقدر این فیلم خوبه. آره گفتم که خب فیلم‌های مستند ورزشی توی دنیا خیلی هست و خیلی هم خوب پیش رفته، من فکر میکنم تو ایران نه به خاطر من، شخصیت هایی مثل من خیلی هست توی ورزش، یعنی اگر برم پیدا کنم بازم هستن کسایی که از صفر شروع کردن رسیدن به سکوی قهرمانی. من کار خوبو میگم، یعنی عوامل فیلم اینقدر این کار خوب انجام دادن، از خانم مصیبی، از تهیه کننده هامون، از تدوین و فیلم بردار، صدا بردار، یعنی همه خوب بودن و کلن فیلم خیلی خوبی پیش رفت، یعنی همه عوامل حالا من بقیه رو اسم نبردم خیلی هستن که کنار کار خیلی کمکمون کردن، منم اعتماد کردم. نه واقعا که دیدیم امروز الحمدلله خروجیش و نتیجهش بی‌نظیر شده بود. شما بفرمایید جذاب‌ترین سکانس این مستند. خب من 4 بار اکران این فیلم رفتم و هر 4 بار با یه قسمت‌های گریه کردم، یعنی و یه قسمت هایی خیلی خندیدم و جذابترینش شهبانو مدال طلا گرفت مسابقات جهان توی اندونزی و منز. بله چه حس بدی آدم بخواد بی مدال نگیرد. من یه پا بیشتر زده بودم فکر کنم حریفم ناکوف شده بود. پولی که ما میگیریم جبران اون زحمت های یا عشق های مادر نمیشه. ما به عشق ایران، یعنی مادرم اگر ایران نبود و به عشق ایران نبود هیچ وقت ما رو به این مسیر نمیفرستم. اون لحظه ای که در واقع شما داشتین حذف شدین، شما اول حذف شدین و یعنی در واقع خط خوردن از اردوی تیم ملی، یعنی حذف تو مسابقات، نه نگفتین کاش دوربین نبود، مثلا یه حس بدی داشتم کاش اینا رو به تصویر نکشین؟ باورتون نمیشه من اینقدر ناراحت بودم که اصلا دوربین رو نمیدیدم کنارم، یعنی ولی نه تا حالا هیچ وقت به هم چیزی فکر نکردم. همون شد یه انگیزه واسه خود شما واسه مسابقات بعدی. آره ولی همونجا جلو دوربینم گفتم بودم تمام تلاشم میکنم برای سال دیگه و خیلی ناراحت شدم برای الهه که اونجا بازیشو نتونست بره مسابقات جهانی و خب برای منم سنگین بود نرفتن الهه، چون الهه تمام خرج خانواده به دوش الهه بود و اینجا برای ما سنگین بود. خیلی ناراحت شدین. این مربیتون بی معرفت هم اونم رعایت دوربین و مستند رو نمیکرد، دوتاتون رو خط زد. من آره من این فیلم که شروع شد خیلی خوبه که تو بری مدال جهانی بگیری تو این فیلم و دوربین باید بیا زندگی تو اونجا فیلم بگه و وقتی حذف شدم خیلی ناراحت بودم، انقدر ناراحت بودم یه طرف اینکه تو چند سال انگار مثل گارانتی توی تیم ملی اعزام می‌شدی و یه دفعه حذفش و بعد نتونی این فیلم
زندگیت به تموم برسه. مثلا میدونستم آخرش تا اینجا تموم میشه، یعنی اینکه گفتم فیلم خراب شد، میخوام مصاحبه میکنم دیگه فیلم نگیر، دیگه فایده نداره. گفت نه آره، اصلا گفتم که خب من نه نامیدی که مثلا میدونستم سال دیگه میرم و نمیدونستم چه جوری تموم میشه فیلم. آره همین. بعد خب من به خاطر حریف چینی من حذف کردم، به من اعتماد نکردم باش بازی کنم، که همونو من قهرمان دنیا بود، من اومدم تو آسیا زدمش. فیلم خیلی خوب تموم شد، خیلی یعنی صبر این گروه که مثلا تا کجا برن این فیلمو بگیرن. و خیلی بگم واقعا ورزشی ها رو فیلم مستند ساختن خیلی سخت، تو یه لحظه یه صحنه رو دست بدی اصلا آره. ثانیه بعد دقیقاً دیگه زمانی که الهه با چین مسابقه داشت یا میگفت من چین رو میزنم، ما کس باور نمیکرد. حتی تو مسابقات آسیایی بودیم، فینال الهه با چین بود، الهه میگفت که من چین رو میزنم، من و الهه شهبانو کنار هم میگفتیم آره روحیه بهش بدیم حالا لااقل ناکوت نشه چینیا این با... آره ما اصلا با اصلا چه بازی کرد حریف چینیش و تمام حریفاشو ناکوت میکرد میومد بالا. بعد ما فقط دعا میکردیم لااقل الهه دورانده بازی کنه یا اینکه ناکوت نشه، ولی الهه اینقدر جنگی تو این بازی که حریف چینی یعنی مونده بود، اصلا الهه چینی شده، ما یه لحظه اون چیز جابجا کردیم الهه خود الهه چینی هست. حالا گفته که طلا نگیری شوهرت میدم. مثل دیروز نبودین چه؟ مثل دیروز حریفتون قدر بود؟ بهتر از دیروز بود. توی مدتی یه خواب درست حساب نکرد. 153 نوار دستت چراقا هم خاموش کنم بخواب حالا بیزنم چی دیگه من اگه فینال رو قیده به چی چی نمیخور به خود آمد با بزن تا آخرین لحظه بیرین کی به کی میره. میگم باعث افتخار ایرانید. مهتاب کرامتی رو میشناختین از قبل یا نه بعد از این پروسه با هم آشنا شدید؟ بله همون فیلمی که بدل کاران بود، من تو اون فیلم با خانم کرامتی آشنا شده بودم. خب بیشتر با سرا مسیبی و مهتاب کرامتی و خانم ابوالقاسمی. نقشاشون هم دیده بودین قبلا تو سینما یا نه؟ اصلا اهل سینما اینا نیستین؟ چرا نه، واقعیت نقشاشون رو میدیدم، خیلی هم فیلماشون رو دوست داشتم، خب بازیگرای دیگر هم دوست داشتم، ولی بعد از یعنی این اتفاقی که برای من افتاد خیلی البته کم پیش می اومده، خیلی کم میگم اعتراف بکنم که من بعضی وقتا خب سی دی کپی میدیدم. بعد از این کار من دیگه کپی نگرفتم، یعنی آره بعد تازه کسی هم میدید میگفتم یعنی چی چرا این کار میکنی؟ آره چی میبینم سینما چقدر سخته اصلا این کارو کردن خیلی خیلی یعنی این تو هم داره دوزی میکنه با دنیاش چقدر سخته و این کار رو انجام بدی. سخت‌ترین آسیب دیدگی که تا حالا دیدین؟ دوچارش شدین؟ همون صورت هم که 6 قسمت شکست. آخه اصلا مستند مهم نیست؟ حالا مثلا دخترها دیدین که الان همه خیلی اشوه و فلان و اینا حواسمون باشه و اینا، اصلا شما مستند مهم نیست هرچی بشه؟ ورزش رزمی دیگه باید با صورت و زیبایی خودت خدافزی کنی با صورتت، ولی خیلی مراقبیم، خیلی مراقبی که یه اتفاق برای ما نیفته. شما دغدغه ازدواج ندارین کلا؟ چرا؟ که جرات نمیکنه. آها که جرات. نه واقعا میدونین شهبانو خیلی قبل از اینکه قهرمان دنیا بشه ازدواج کرده بود. آره اون زرنگ آره. دیگه ما دیگه ولی چیز بود ماها دیگه وقتی رسیدیم به مرحله قهرمانی خیلی سخت ازدواج کنیم، بعد فعلا به اون آرزوهام برسیم، طلای المپیک گرفتن، مدالای بیشتر و بعد حالا به فکر ازدواج. به امید خدا هر کدومتون لطف کنید یه پیام پر از امید
پر از نشاط و جوانانه به مخاطبای تیوی پلاس بدین که بدونن که میشه با سخت‌ترین شرایط هم بشین قهرمان دنیا و فیلمتون روی سینما. خب میدونی روزای سخت اون قشنگیش اینه که میشه خاطره، یعنی وقتی میگذره، یعنی همه روزا میگذره. خب امید یه چیز خیلی خوبیه، یعنی امید داشته باشیم با آینده. اون مثلا وقتی که گذشته تموم میشه، یعنی امروز تموم میشه، دیگه به فکر فردا ما اصلا یه کاری به گذشته ندارم، توی آینده اون باشیم، یعنی توی روز باشیم برای آینده اون تصمیم بگیریم. خب به قول مادرم میگه، همیشه به من گفته سخت میگذرد ولی سخت که نمیماند، و مطمئن باشن که هیچ جا همه جا سختی هست، ولی بالاخره به جایی میرسی که خیلی راحته، و تلاش کنن برای راحتی خودشون، برای رسیدن به اون هدفشون. مرسی، خیلی ممنون از لطف شما. شهربان خانم کجان الان؟ اردو هم دوباره؟ نه، مسابقات کشوری هستن با تیمشون. یعنی بازم تو اردو هم دیگه تمرین دارن. یه چیزی که من توی مستند دیدم این بود که گفتن که واسه یه سال قرارداد 3 میلیون تومان دستمزد میدن، این درسته یا واسه مثلا بازیکنای مثلا درجه 2-3؟ خب یکیش اینه. درجه یکیش یک سال شما باید مثلا 7 تومن 8 تومن هم هست، ولی خب از 3 تومن شروع میشه، نهایتش تو قرارداد 8 میلیون باشه. کل درآمد شما تو طول سال فقط همینه یا مثلا بیزینس دیگه ای دارین؟ خب بیزینس هم هست، چه میدونم لیگ برتر، میگم مسابقات انتخابی تیم ملی توی اردوهای کسی یا مسابقه جهانی که میری پاداش بهت میدن. ولی خب لیگ برتر اینه که خیلی مهمه، توی دنیا همه لیگ برترشون کلی پول در میارن، ما خیلی کم پول میگیریم. خیلی کمه. اگه هر درخواستی دارین هم بفرمایید از مسئولان، بیننده های تیوی پلاس خیلی زیادن و به جان خودم به پوششون میرسن. آقا کمتر توجه کنیم به فوتبال، ما هم ببینیم، ما خانم ها فکر میکنم یه ذره طلبکاریم از ورزش ایران، خیلی دارن هزینه شخصی خودشون انجام میده. حالا ما رسیدیم به درآمد، ولی خیلی هستن که دارن هنوز هزینه میکنن، با وجودی که مدال گرفتن ولی هنوز دارن هزینه دارن میکنن. یه ذره توجه بیشتر بشه، ما بیشتر میتونیم مدال بگیریم. واقعا همینطوره. شما بفهمید، خب اسپانسرها تو رشته وشو برای خانم‌ها خیلی کمه، اسپانسرها بیان و کمک کنن به ورزشکارای وشو، تمام رشته ها مخصوصا وشو. خب چون اولین مدال طلایی که تو رشته های رزمی گرفت رشته وشو بود که تونستیم قهرمان جهان بشیم، قهرمان دنیا بشیم. خب اسپانسرها به سمت ما هم بیان، ایشالا که حمایت بکنن، چون این دوستان و این ورزشکارا سرمایه ملی هن. ایشالا که قدر شما رو بدونن بعد از دیدن این گزارش ها و اتفاقایی که امروز هم تو برج میلاد افتاد، بیان حمایت بکنن و هر روز شما بیشتر پیشرفت بکنین و ما هم هر روز بیشتر به شما افتخار بکنیم. خیلی متشکرم، قربون شما، روز خوبی دارید.